یعنی سه بخش ما داریم، این سه تا رو متناوب در لحظات مختلف استفاده متناوب می‌کنیم ازش. اگه من اینه مثلا الان با سایق بزنم صدای خشنتری میده میشه، اینجوری تو یک سبتی دارم ساز بزنم شما من خسته شده قطعا شکر. اینجوری من دوست دارم بیان کنم حرفمو، ابزار اجازه نمیده. یکی از بهترین توصیه‌ها تو این مجموعه اینه که مثلا یه قطعه ساده رو نشون کنیم، فقط سعی کنید که با انگشت بزنیش، چه اگر انگشت مایچه‌های تعطیل آکبنت وجود داره درش اینا راه بیفته. خب مثلا این دوتا این باشه، چرخش ساعد و حرکت مچ رو تعطیل کنیم. اینجوری انگشت تا الان داشته استفاده میکرده از ساپورت یا بکاپ یکی دیگه، مجبورش میکنیم مایچه‌های خودش به صورت مستقل یه قطعه خفن رو اجرا کنه. حالا میشه مثلا قبرش با چیز ساده تر شد که حتی شد نه با یه دستور سنتوری یه چیزی اینجوری مثلا گرد و سفید اینا بزنیم، چون فکر میکنم اونجوری بهتر کنترل شده تر انگوش رو به صورت مجزا را بندازیم طور که بر خودش بدون کمک مچ و سایق بتونه از پس کارش بر بیاد. مچ رو کار میکنیم حالا از چرخشش که این باعث این حرکت میشه استفاده میکنم، اینم قفل میکنم میشه این تمرین من بوده اون سالهایی که بیشتر سال شما بودیم. این رو به این شکل که مایجاش هم اینجاست، اینه که تکون میکنه اگه ببینیمش ما با چوب میدونم که دستان رو با ساعده یک که خط کشی چوب میدونم نه، من فهم یه نعمت بهت دادم از همش باید استفاده کنیم. حالا مثلا مرحله آخر سومش رو برم جورتر بگیم، یعنی الان نه این هست نه این جفتش هست، فقط سعی میکنم ببینم آیا ساعده من به تنهایی میتونه از پس این قطعه بر بیاد. یه چند سال یه چند ماهی که میگذره من هر کدوم از این یک سوم ها رو به سه سوم بسازم، هر کدوم از یک سه با ما رو رسوندم به سه سوم. یعنی چی؟ یعنی فقط انگشت من میتونه چارمزا رو شورانگیز بزنه، فقط مچ من میتونه شورانگیز، فقط ساعد من. اینجوری شما تکنیکت زد در سه میشه، در صورت که در حالت عادی که میشینیم قطعه میزنیم و مثلا کار میکنیم اینا مدل به چه شکله. مثلا شما الان میتونیم از بچه ها یکی مثال بزنیم که مثلا شما الان کی بود سازم از بچه ها شما بیه لحظه الان دوستان خود بگیم که بالی بین انگشت ساید و مشینه هست، دو سه نفری که دیدن تو رو کاغذ هم نمیشتن باب پس بری دست شکل هم سن اینه خوش. اینا نیست آره. یا اینه فقط اینا نیست باب الان بزن مثلا ما چشم آره تقریبا انگشت نمیدیم که به استقلال برسه، به حد اکثر رنجش رو بتونه استفاده کنه، چون اینا همه مثلا هر کدوم 30% 40% برخورد چیز شده، تفننی شده با ماجرا. ولی اگه فرض کنیم مثلا قبل شما یه بگی من بهترین ایده رو دارم برای نوازش نیستن تو اتوماتیک میگی سمت ایده که من این امکاناتمو واقعا 100%ش استفاده کردم، میگیم نه نشده. من جوری قریزی نشستیم بعد حالا یک انگشتش قوی تر بود، یکی سایدش قوی تر بود، یکی بعضا مچش، یکی ترکیب انگشت رو دارم چیزی بود. برای همین که اتفاقی که افتاد اینه که همه مدل قریزی یکی دیگه از بچه‌ها میشینه بزنه هر سه تا رو که قوی کنیم بعدش با چی کار کنیم؟ هماهنگیش بعدش میشه هماهنگی یه سری دست راست که من زنگ هماهنگیش کدومه که بیشتر کمتره؟ دست راست زنگ تره یعنی سه دو تا رو برده زیر داره یعنی سه کنید از ساتت مختلفی که نگاه می یه جورایی میشه فهمید که هر کدوم مثلا نکته مثبتشون که چه چیزی میشه شکلی بعضی اصلا خیلی این تو دستشون پدیده
خیلی سی مثلا یه خود خشن تر جای خشن موسیقی رو با میدازیم روی تکه چهار میدیم به همچه حالت به همچه اتفاق بکنیم. خب پس سه بخش مختلف داره اگه یکی دیگه بشیم کمالا جور تو برای بچه ها میخواستم برای همچین چیزی میبخشید حالا اینجوری شد شاید نبست میگفتم ببینید وقتی که این کار مکانه ببینم این صدایی که میخواییم از تو کته در بیاریم کدوم باید بکشید یا این یا این اینا شد دست چپ بزن چیز سریع بزن دست راستش داره یه ذره شاید اصلا چند میلیمتر ولی دست چپش کامل رفت دلیلش این زاویه رو صاف گرفت ما وقتی که این زاویه دستمون صاف باشه چرخش ساعد کاری نمیکنه برامون. خب؟ چرخش ساعد کاری نمیکنه. ولی به مجرد که این میشکنه همون چرخش ساعد 40 سانتی سانتی رابطه کنه. اینم به پایین. اما عمدتاً میشینن ساز میزنن دست چپشون صافه بچه‌ها. اینجوری اتوماتیک نمیرین سمت این مایچه استفاده از این. اینجوری شروع میکنین ساز زدن یه سیلندر اساسی یه بخش اساسی تعطیل میشه. خب؟ چرا چون معلومه ساعدم اگه بچرخونم به چیزی نمیخوره. این ساز ولی به مجردی که یه خورده دقت کنید به مجردی که این شروع میکنه شکستن این شروع میکنه 5 سانت 10 20 40 سانت شروع میکنه تکون خوردن فقط با شکستن حالا یه حرکت رو جای خودش در انجام میزن دست چپشو نگاه کنید مثل راست رو بشکن الان خودت عادی طبیعی میخواد چیزی رو تغییر بدی اما مدل خودت ساز بزن این زاویه رو ببین اینجا من این چوبو میذارم یه مثلث شد نه این زاویه رو نگاه کنید اینجا تقریبا اینجوری بگم از ساده ترین حالتش اینه که عمدتا دست راستتون خوبه خب نه اینکه چون دست راست نه این بارو داری از اینجا به این ور می‌کشی باشه منو ببین خب الان هم داری از انرژی جوانی استفاده می‌کنی 30 40 سالگی رو پیدا کردی خیلی فشار بهت نمیاد حالا اگه مثلا فقط دو تا یا یکیه یا همچین صدایی خیلی بهت فشار میاد و این نکته گفتم خیلی مهمه یعنی خود سنتون دیگه بالا دیگه اون انرژی جوانی که دارم نداشته باشه کم میاد مثال خوبی دارم واسه ماجرا شما فرض کنید مثلا همینجوری بدون هیچ اطلاعاتی با یه استایل غلط کوه بری بالا بیای پایین اینو شما تا 20 25 سالگی 30 سالگی بیشتر نمیتونی بکشونی و لطمه اساسی به مفاصل در چه قرار بنا خواهی زد یعنی یه کار مثلا کوه رفتن بالا پایین اما کار به این سادگی تکنیک خودشه داره چیه خودشه داره نمیشه همینجوری زرد حالا اینکه این از کوه رفتن خیلی پیچیده کوه رفتن مگه سقوط دو چنگین خدا داره کوه رفتن مگه ولوم مثلا اف او الان یه دستت اینجوریه یکی اینجوریه یکی اینجوری ببینید بچه‌ها آره درست کنین اینو ما مشکاتر اینجوری بود آره مشکاتر اینجوری دقیق‌تر شو بخوام بهت بگم اما پشت سر استاد نفر دست راستش اینجوریه دست چپش صافه به همچه حالتی ولی برای قطعات خودشون دست طراحی شده
ولی اگه مثلا بخوایم مثلا 20 سال 30 سال 50 سال بعدش مثلا یه خورده پیشرفته‌تر، یه خورده خفن‌تر، یه خورده سخت‌تر بزنیم اینا، مثلا دیگه بزنیم قطعات نشکتون میشه، آیا اون دستی که برای قطعات خودش طراحی شده و زیاد اون واسش کفایت می‌کنه؟ نه بابا. خب بزن. این دو تا این داره از اینجا میچرخونه، این الان داره اینجا میزنه، اینجا خبری نیست. و همین مثلا شما فرض کن دارید میدوید، دارید راه میرید، یه پاتو کج بزنید، قرینه نری. چی میشه؟ میلنگه دیگه. یعنی به سختی ما داریم با این حالت غیر قرینه، یه ریز سل و چنگ میزنیم. خیلی سخته هم اون کردنش. وقتی که شما قدم میزنی، حالا یه پا رو کج بزنی میری، شاید اشکال نداشته باشه. ولی وقتی صحبت دو سرعته، دو مثلا فلان که تو 10 ثانیه 100 متر قرار بودی، واقعا جواب نمیده این مقدار قرینه. شما مثلا میخوای ریز بشنی که صدای آبشار داشته باشه، یک دست و یک نواخ باشه این سلچنگ ها تحت کنترلت، مثلا این 15 تا 16 تا سلچنگ با همچین شیبی بره بالا، با همچین شیبی بیاد پایین. وقتی یه دست اینجوری یه دست اینجوری، شما بعد مغز داره یه دستور ثابت یکسانی میده به این انگشتا، اینها جوری متفاوتی عمل میکنن. برای همین پس نکته آخری که ترکیب میکنم روش بچا اصل قرینگیه. اگه از الان به بعد تا اگر جلسه بعدی احتمالاً وجود داشت وجود بود اینا، رو این ماجرا کار کنیم که به صورت تخصصی دفعه بعدی اگر بود حالا هر موقع این رو یه خورده کار کرده باشیم. پس دو تا اصل شد. اصل استفاده از همه نعمات، همه امکاناتی که داده شده که اینه، اینه و این. خب همش اینا رو بندازیم، هر کدوم توی بخش قوی هستیم، یه سری دیگه تعطیل برم شماله. یه نفر دیگه بشین و اصل قضیه رو. استاد اینکه آلبوم تنظیم بهتر از دست چپ. یه ولی گیره نمیخواد درست کنی. خودت خودت.